سلام به بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران. من دکتر آتوسا مهدوی هستم، در خدمتتون هستم. با همدیگه گفتگوی خواهیم داشت در مورد مسائلی که مربوط به سلامتی میشه، از دیدگاه متفاوتی که ما به اون میگیم آلترناتیو مدیسن، طب‌های جایگزینی. و در چند تا برنامه گذشته یه مقداری تمرکز گذاشته بودیم روی دستگاه عصبی و سیستم در حقیقت نروس سیستم یا اعصاب، که یه مقداری هم بیشتر راجع به سپاین یا ستون فقرات و فانکشن اون در بدن صحبت کردیم. یک موازی هست بین ستون فقرات و فانکشنی که انجام میده و در طب معمول یا ارتودکس مدیسن که یه بخشی از وسترن مدیسن هست، در حقیقت بیشتر وسترن مدیسن هست، راجع به فانکشن‌های مختلف ستون فقرات و در حقیقت اعصابی که در اون وجود داره و اسپاینال کورد که از توش رد میشه و بعد عصب‌هایی که از توی اون منشعب میشه، در موازات اون در ایسترن مدیسن و بیشتر در یوگا، علم یوگا، یوگیک ساینسز، در موازات با اون راجع به ستون فقرات و اهمیت اون صحبت میکنن. و در رشته کایروپرکتیک که یکی از تخصصهای من هست، در حقیقت یک پلی بین وسترن مدیسن و ایسترن مدیسن، به علت اینی که از لحاظ علمی تمام وسایل و یا ساینس ها علوم مختلف طب غرب رو شامل میشه، ولی در حقیقت یک نگاه دیگه ای که در حقیقت بیشتر از ایسترن مدیسن و یا شرق به دست آورده شده، نگاه دیگه ای به سیستم عصبی بدن و یا نروس سیستم میکنه. در حقیقت من اینجا یک پلی میزنم بین دیدگاه های مختلف علوم شرقی، یوگیک ساینسز، اکوپانکچر، ایسترن در حقیقت مدیسن یا چاینیز مدیسن، نگاهی که میکنن به سلامتی و تندرستی یک نگاه متفاوتی هست در مقایسه با وسترن مدیسن. و در حقیقت در کار من که آلترناتیو یا اینتگراتیو مدیسن هستش، ما اینها رو در کنار هم میاریم و در حقیقت یک ارتباط و یا هماهنگی هست بین این علوم متفاوتی که ما در غرب در مثلا دهه‌های اخیر و یا صده‌های اخیر به دست آوردیم و علومی که در شرق در هزارها سال هستش که در درون این فرهنگ شرق وجود داره و در هر کشوری در شرق به نوع متفاوتی خودش رو اکسپرس کرده و شکوفا شده. ما در ایران علم در حقیقت گیاهی، یعنی اون پزشک طب گیاهی داریم که فکر میکنم پایه‌گذارش که به طور سیستماتیک اومد راجع بهش صحبت کرد دکتر جزایری بود که کتاب هایی هم در این زمینه نوشتن. و عطارها هستن که در حقیقت همون داروهای گیاهی از اسپایس های مختلف استفاده میکنن برای معالجه و در حقیقت طرق گوناگونی داشتن. در خیلی جاها ما ممکنه شنیده بودید که شکست بندها بودن و یا کسایی که جا میداختن استخونهای مختلف بدن رو. و در حقیقت این در لایه های متفاوت فرهنگ شرق، در ایران به اون شکل، در چین به صورت طب سنتی چینی چاینیز مدیسن و اکوپانکچر، و در هند این the آیورویدیک مدیسن، طب آیورویدیک یا آیورویدا که در حقیقت یک انشعابی از یوگیک ساینسز وجود داره و ساینس یوگا در حقیقت علم یوگا
در هند به اون صورت خودش رو اکسپرس کرده بوده. در زمینه سیستم عصبی که گفتم که از مغز و اعصاب یکی از در حقیقت شعبه های اون هستش، گفتیم که این سیستم اعصاب که مغز و سپاینال کورد رو تشکیل میده و بعد عصب هایی که از توی سپاینال کورد میان بیرون، گفتیم که کنترل کننده و کمند سنتر، یعنی در حقیقت یکی از مهمترین سیستم هایی هستش که بدن برای حیات به اون احتیاج داره. و بعد در رشته کایروپرکتیک ستون فقرات یکی از مهم، یعنی مهمترین در حقیقت بخش سیستم بدن انسان هستش که کایروپرکتر ها باش کار انجام میدن، اکوپانکچریست ها تمام موریدین های مختلف بدن رو من جمله اونهایی رو که دوروبر ستون فقرات هستن استیمولیت میکنن با سوزن هاشون، و بعد در حقیقت با انرژی چاکره ها رو هم یه مقداری کمک میکنن، و بعد در یوگیک ساینسز که مدیتیشن و حرکت های مختلف یوگا در حقیقت باز با این انرژی چاکراها کار میکنه. و در حقیقت گفتیم که ستون فقرات رو هم در حقیقت اکسس یونیورس میدونن، در حقیقت اون آنتنی یا اون وسیله گیرنده‌ای که با تمام یونیورس در تماس هستش. و گفتیم که در سمت راست پینگالا، در سمت چپ ایدا، در سمت راست و چپ ستون فقرات، اینها هم انرژی سنترهای مهمی هستند که در حقیقت انرژی بدن رو به جریان میدازن و یا کنترل میکنن. و بعد وقتی که انرژی ماسکولین و یا سمت راست که پینگالا هستش با انرژی سمت چپ که فمینن و در حقیقت ایدا یا آیدا در سمت چپ وجود داره که مربوط به اینتویشن و اینجور چیزا هم میشه، وقتی که این دوتا با هم دیگه، این دوتا کانال مختلف انرژی بالانس پیدا میکنن و به یه حالت بالانسی میرسن تو تمام انسان ها، اون وقت شما سنترال چنل انرژی رو، یعنی اون انرژی سنترال مرکزی رو در حقیقت استیمولیت میکنید و یا بهش انرژی میبخشید، که اون بعد خودش در حقیقت یکی از مهمترین مسائلی هستش که در یوگا بهش نگاه شده، یعنی در حقیقت اتنشن دادن به اون. و در حقیقت این سنترال چنل انرژی که ما بهش میگیم شوشومنا، در حقیقت یک پروداکت بالانس کردن پینگالا و ایدا هستش، این دوتا انرژی سمت راست چپ بدن هست که در حقیقت یک پارالل و یا یک موازاتی بین این و کایروپرکتیک وجود داره که در حقیقت در یوگا تمام خیلی از حرکت های مختلف یوگا و مدیتیشن این سنترال انرژی رو، این کانال مرکزی انرژی رو که ما بهش میگیم شوشومنا در حقیقت نمیخواد که استیمولیت بکنه. ولی تا موقعی که سمت راست و سمت چپ بدن با همدیگه در حقیقت به یک توازنی نرسن و یک بالانسی رو بهش نرسن، شوشومنا بیکار میمونه، یعنی در حقیقت اون انرژی لازم رو برای اینی که کار انجام بده نداره. بنابراین اینی که ما در زندگی از تمام شرایطی که جلوی ما هستش به چه، یا از تمام وسایلی که جلوی ما هست به چه صورتی میتونیم استفاده بکنیم که بیشتر به سلامتی و به حیاتمون کمک بکنیم، این خیلی مهمه تا اینی که بیشتر به مسائلی که در دور و برمون هست، وسایلی که در دور و برمون هست و از پیشرفت در حقیقت علم، پیشرفت صنعت چه میدونم کشاورزی، صنعت فود، غذا، تغذیه، ماشینالات به چه صورتی استفاده میکنیم، چون اینا همه در حقیقت برای ما راحتی آرامش باید به وجود میآورده. ولی وقتی که
نگاه میکنیم به حال و هوای انسان که داره که در این قرن داره زندگی میکنه، در حقیقت میبینیم که این وسایل کانوینینس و یا راحت کردن زندگی باعث نشده که انسان‌ها بیشتر به آرامش برسن و یا راحت‌تر زندگی بکنن. در حقیقت انسان امروز یک انسانی هست که 80% انسان‌ها که ازشون بپرسین خیلی راحت میگن که تحت فشار استرس هستن و یا انگزایتی دارن. یعنی این آماری هستش که من نمیگم، آماری هستش که نشون داده شده در ریسرچ‌های مختلف. و در حقیقت انسان‌ها از وسایلی که در دور و برشون، امکاناتی که در دور و برشون هستش برای به سلامتی رسیدن استفاده نمی‌کنن و در حقیقت دیدگاهشون و یا نوع برخوردشون به این ماجرا بیشتر با استرس وجود داره به علت حالا مسائل مختلف. یک دلیلش میتونه این باشه که ما، دلیل مهمش اینه که ما نمیدونیم از انرژی سیستم خودمون چجوری استفاده بکنیم. برای اینکه همینجوری که در برنامه‌های گذشته گفتم، ما درست مثل یک، میتونین یک لامپی رو در نظر بگیرین که پتانسیال روشن شدن داره، ولی تا موقعی که به پریز برق که سورس انرژی هستش وصل نشه، اون لامپ روشنایی نداره. بنابراین انرژی سیستم ما هم همین قدری که ما یه غذا میخوریم، این مفهومش این نیستش که ما الان انرژی کافی داریم که همه کارامون رو اونجوری که باید انجام بدیم. درسته اون انرژی حرکت رو خواهیم داشت، ولی همین جوری که با استرس و انگزایتی داریم دست و پنجه نرم میکنیم به علت اینی که چرخش جریان‌های مختلف انرژی توی بدن ما به طور مناسب و به طور کامل و به طور سالم انجام نمیشه و به طور scattered، پخش شده است، پراکنده است و در حقیقت دائما تحت فشار، حالا فشار عصبیه یا فشار کمیکاله. کمیکال چرا؟ به علت اینی که ما یک عالم تاکسیک تو بدنمون وجود داره، یا داروهای استفاده میکنیم که فارماسوتیکال مدیکیشن های استفاده میکنیم که بدن ما رو تاکسیک کرده، و یا غذایی که میخوریم غذایی هستش که اون کمیستری لازم رو توی بدن تولید نمیکنه که در حقیقت کانتریبیوت بکنه به سلامت سیستم انرژی ما. بنابراین این انرژی که راجبش صحبت میشه سورس های متفاوتی داره و در حقیقت سلامتی بخش بودن اون انرژی خودش نیاز به این داره که ما یک نگاه جدیدی بکنیم به اینی که ما در زندگی از مسائل مختلف، غذا، هوا، آب، استراحت یا خواب، ورزش یا حرکت یا انجام دادن یوگا یا کارهایی به این قبیل مثل مدیتیشن، به چه صورتی داریم استفاده میکنیم از انوایرمنتمون، از نیچر، از طبیعت، به چه صورتی داریم استفاده میکنیم که در مسیر سلامتی خودمون رو قرار بدیم. چون همون وسایلی که جلوی ما هستش میتونه دقیقا برعکس کار بکنه. غذایی که ما میخوریم، هوایی که ما استشمام میکنیم، آبی که میخوریم یا نمیخوریم، برخورد ما با این، نوع اون غذا، نوع اون آب، استراحتی که میکنیم یا نمیکنیم، نوع استراحتی که میکنیم، چگونگی و کیفیت اون استراحت و یا خواب، تمام اینها وسایلی هستن که خیلی ساده به نظر میرسن، ولی اینها در حقیقت ساده ترین وسایلی هستن که در زندگی ما میتونن برای ما سلامت بخش باشن و یا به تندرستی ما کمک بکنن. و اینها همه هم در کنار هم با همدیگه کار میکنه، یعنی اینها همدیگه رو تکمیل میکنن. به این دلیل هستش که ما در آلترناتیو